اسم من زانا هست. من 22 سال دارم و از شمال سوریه اومدم. بعد از رسیدن به دفتر مهاجرت، مجبور شدیم تو صف بایستیم. من به پناهنده ها توصیه می کنم تعطیلات آخر هفته به اینجا نیان، چون متاسفانه هیچ جای برای اقامت و خوابیدن وجود نداره. بیشتر افراد مجبور میشن شب تو خیابون بخوابن. برای درخواست پناهندگی 3 مرحله وجود داره. مرحله اول ارائه اطلاعات اساسی هست، مثل اسم، کشور مبدأ و اینکه به چه زبونی صحبت میکنید. اینجا من به افراد توصیه میکنم زبان مادری خودشون رو حتما ذکر کنن. بعد از شما انگشت نگاری میشه روی یک سیستم به نام یورودک تا بتونن بررسی کنن که آیا در یک کشور دیگه بوده اید یا نه. مرحله سوم معاینه پزشکی هست. اینجا درباره مشکلات پزشکی و غیره و واکسن هایی که زده اید سوال میپرسن. بعد به شما یه برگه میدن و شما رو به یک مرکز میفرستن. بیشتر میپرسن که آیا کسی از اعضای خانوادتون در بلژیک هست تا شما رو به جایی نزدیک اونا بفرستن. اما همیشه هم اینطور نمیشه. بیشتر وقتها مراکز پر هستن و برای همین فقط سعی میکنن جایی برای شما پیدا کنن. تو دفتر مهاجرت موقع مصاحبه اول خیلی مهمه که اصلا درباره اولین کشور اروپایی که اونجا بودید یا بقیه کشورهای اروپایی که رفتید دروغ نگید. چون همونطور که گفتم در مرحله سوم اثر انگشتتون رو میگیرن. اگه به یک کشور دیگه رفته باشید حتما متوجه میشن. بعد درباره تمام جزئیات صحبت کردیم. اینکه چرا از اون کشور انتقال داده شدیم و چرا به بلژیک اومدیم و از این قبیل چیزها. به نظر من خیلی مهمه که کوتاه جواب بدید. چون اگه کوتاه جواب ندید خودشون اونو خیلی کوتاهش میکنن. حتما باید درباره مسائل مهم حرف بزنید.